به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود میفرستیم بر رحمت للعالمین ختم المرسلین. آغاز میکنیم یک روز دیگر از برنامه آموزشی کانکور در خانه را با شما خوبان بینندگان گرامی و کانکوری های محترم. اگر به یاد داشته باشین در روز گذشته ما پیرامون موضوع عدسیه ها در واقع صحبت کردیم، سوال های متعددی را کار کردیم و امروز می خواهیم که راجع به عدسیه های صحبت کنیم که شعاع انحنای دو طرف ای عدسیه ها با یکدیگر مساوی نیستند. زمانی که شعاع انحنای دو طرف یک عدسیه با یکدیگر مساوی نباشند، آنگاه برای دریافت فاصله محراقی ما از یک فرمول و تحلیل دیگر استفاده می کنیم. لطفا توجه کنید. ببینید دوستان گرامی، ما در روزهای گذشته که راجع به عدسیه ها صحبت می کردیم، از عدسیه هایی صحبت می کردیم که این عدسیه از دو سطح کروی که هم شعاع هستند گرفته شده. این قسمت وسط عدسیه هست. شعاع انحنای از این کره و شعاع انحنای از این کره با یکدیگر مساوی هستند. زمانی که شعاعها با یکدیگر مساوی باشه، این عدسیه که در این قسمت وسط شما مشاهده میکنین، عدسیه که در قسمت وسط هست، در این حالت فاصله محراقی رو ما میتونستیم به صورت ساده از رابطه یک بر پی جمع یک بر پی زبر پیدا کنیم. خب حالا میخواییم که در واقع عدسیه رو برای شما معرفی کنیم که این شعاع آر یک و آر دو با یکدیگر مساوی نیستن. توجه کنید لطفاً، یک دانه کره کوچک داریم و دیگری کره بسیار بزرگتر هست. خب در این قسمت شما مشاهده میکنین که شعاعها با یکدیگر مساوی نیستند. این عدسیه که در این وسط هست، شعاع ازی و شعاع ازی، این بار آر یک مساوی نیست به آر دو. هر زمانی که شعاع دو طرف یک عدسیه با یکدیگر مساوی نباشه، برای دریافت فاصله محراقی ما از این رابطه استفاده میکنیم. n منفی یک، یک بر آر یک، منفی یک بر آر دو هستم. n ضریب انکسار عدسیه است. عمدتا عدسیه ها از جنس شیشه هستند. آر یک شعاع سطح اول و آر دو شعاع سطح دوم هست که بعضا به نام فرمول عدسیه سازان هم یاد میکنن، یعنی فرمول عدسیه سازان هم میگن به این فرمول. زمانی که عدسیه ساخته میشه، عدسیه که شعاع انحنایشان با هم مساوی نیست، ما برای ساخت او عدسیه از این فرمول استفاده میکنیم. معمولا برای عدسیه هایی که در عینک افراد به کار رفته از این فرمول استفاده میشه. برای عدسیه های مختلفی که در حال آلات اپتیکی است که بعدها انشاءالله خواهیم رسید، از این عدسیه ها استفاده میکنم. عدسیه هایی که شعاع انحنایی. پس فرق از این دوتا رو با یکدیگر فهمیدم. اگر شعاع دو طرف عدسیه با هم مساوی باشن، برای دریافت فاصله محراقی از یک بر اف مساوی یک بر پی جمع یک بر پی زبر استفاده میشم. و زمانی که شعاع دو طرف با هم مساوی نباشن، ما میاییم از رابطه یک بر اف ان منفی یک، یک بر آر یک، منفی یک بر آر دو است. شعاع سطح اول آر یک میگن، شعاع سطح دوم آر دو هست که با یکدیگر مساوی نیستن. خب دوستان گرامی، میخوایم که همین موضوع رو روی مانیتور هم برای شما خوبان نشان بدیم که با موضوع بیشتر آشنا شین. همکاران گرامی لطفا مانیتور داشته باشین. بله ببینید، در این قسمت ما فرمول عدسیه سازان داریم که در واقع d مساوی 1 بر f، d همون تقارب عدسیه است، n منفی 1، 1 بر r1، منفی 1 بر r1 شعاع سطح اول و r2 شعاع سطح دوم است که در این شکل کاملا واضح هست. جسمی در مقابل عدسیه قرار داره، فاصله جسم تا عدسیه رو p گذاشتیم و تصویر از او تا عدسیه q هست. ببینید r1 و r1 هست و r2 شعاع سطح اول r1 شعاع سطح دوم r2 است که اینها بزرگ و کوچک هستن، با یکدیگر فرق میکنه. در چنین حالتی ما از رابطه 1 بر f n منفی 1، 1 بر r1 منفی 1 بر r2 استفاده میکنه. نکته ای که در اینجا مطرح شده است، برای درک بهتر فرمول فوق، جهت شعاع نوری از سمت چپ، یعنی از سمت چپ بر راست در نظر گرفته می شود. همچنین شعاع انحنای سطح محدب مثبت و شعاع انحنای سطح مقعر منفی می باشد.
خب همکاران گرامی، ببینین دوستان گرامی، هم در این قسمت که ما مشاهده میکنیم سه دانه عدسیه هست، سه تا عدسیه، عدسیه که هر دو طرف محدب است، عدسیه محدب الطرفین است، عدسیه که یک دانه محدب داره یک دانه یک طرفش مستوی است میشه عدسیه محدب المستوی، و این عدسیه که یک طرفش محدب یک طرفش مقعر است میگن محدب المقعر. توجه کنین وقتی که عدسیه محدب الطرفین باشه هر دو شعاع مثبت است، یک بر آر یک و یک بر آر دو، هر دو آر مثبت است. فرق همین فرمول قبلی در اینجا چگونه تحلیل میشه؟ حالا که یک طرف عدسیه محدب است یک طرف مستوی، فقط یک شعاع داریم و او شعاع چیست؟ مثبت است. و وقتی که یک طرف محدب یک طرف مقعر است، محدب مثبت، مقعر چی؟ منفی، قسمی که در نکته قبلی اشاره شد. حالا بیایم سه تا عدسیه مقعر را بررسی کنیم. این مقعر الطرفین است، هر دو طرف مقعر است، پس هر دو تا آر یک و آر دو علامهاش چی است دوستان؟ منفی. مقعر المستوی، مقعر المستوی، مستوی را مستوی میگیم که شعاع نداره، مقعرش شعاع داره، منفی هستند. و مقعر المحدب، یک طرف مقعر یک طرف محدب، مقعرش منفی و محدبش مثبت. پس بنابراین در اینجا وقتی محاسبه میکنیم محراق همیشه منفی است مجازی، و در این طرف همیشه محراقش حقیقیش و حقیقی است و مثبت هست. پس سه تا عدسیه محدب داریم، محدب الطرفین، محدب المستوی، محدب المقعر. سه تا عدسیه مقعر هم داریم، مقعر الطرفین، مقعر المستوی و مقعر المحدب است که با تحلیل های فرمول کاملا شما واضح بود مشاهده کردیم. خب یک نکته هم که اینجا عرض شده، گفته روایت فقه در صورتی صدق میکنه که عدسیه ها در هوا قرار داشته باشه. شاید دوستان پرسن کنن که چرا در هوا؟ به خاطری که ضریب انکسار هوا را یک گرفتن در این فرم. خب یک مثال داریم، شعاع انحنای سطح اول یک عدسیه 30 سانتی متر است، سطح دومش شعاعش 20 سانتی متر، ضریب انکسار 1.5 است و فاصله محراقی را گفته که پیدا کنیم. خب می‌خوایم که این سوال را روی تخته کار کنیم تا همه شما خوبان موضوع را از نزدیک مشاهده کنین و گام به گام با ما پیش بیاین. حتما کتابچه و قلم همراه دارین. بارها بارها به شما کانکورای محترم گوش زد کردیم که کتابچه و قلم داشته باشین، به خاطری که یکی از راه‌های یادگیری خب میفهم یا نوشتن هستن، نوت گرفتن، و مطمئن باشین برخی از نکات بسیار مهم رو ما برای شما خاطر نشان میکنیم، حتما و حتما یادداشت کنیم. میام شعاع سطح اول یک عدسیه محدب الطرفین، گفته آر یک مساوی است 30 سانتی متر، سوال کار میکنیم. آر دو سوال برای ما گفته که 20 سانتی متر هست و ضریب انکسارش هست 1.5 هست، فاصله محراقی را از ما خواستم. فاصله محراقی من اینجا نوشته میکنم عدسیه هست محدب ال چی است دوستان؟ طرفین است، محدب ال طرفین است. کمیت ها به ما داده شده، شعاع اول دوم. وقتی میگن محدب ال طرفین، محدب ال طرفین، کلمه محدب را که شنیدین، کلمه محدب هر دو شعاع مثبت است، آر یک و آر دو هر دو مثبت میباشه. پس شروع میکنیم به حل کردن. یک بر اف مساوی است این منفی یک، یک بر آر یک جمع یک بر آر دو، هر دو تا شعاع چی میباشه دوستان؟ مثبت هست. این منفی، این 1.5 منفی 1 هست، آر 1 قیمت آر 1 30 بود و قیمت آر 2 20 هستم. خب 1.5 منفی 1 چند میشه؟ میشه 0.5. پس من اینجا خط میزنم، میشه میگم 0.5 هست. 0.5 میتونیم به صورت ساده چند نوشته کنیم؟ کسری 1 بر 2 هست. بین 30 و 20 مخرج مشترک چند بگیریم؟ آفرین، 60 در نظر بگیرین. 60 تقسیم 30 2، علامه مثبت، 60 تقسیم 20 3، آفرین. خب ما دیدیم که 1 بر 2 دارین در این قسمت، 2 جمع 3 5، 5 به 5 1 مرتبه، 60 به 5 12 مرتبه. خب صورت با صورت ضرب میشه، 1 ضرب در 1 1، مخرج با مخرج 2 ضرب در 2 12 میشه 24. باید داشته باشین که شما 1 بر اف را پیدا کردین 24. وقتی که 1 بر اف 24 هست، اطراف ما میبینیم معادله را معکوس میسازیم و در نتیجه F پیدا میشه، فاصله میراقی پیدا شد 24 سانتی متر. و چون دارای علامه مثبت هست، پس یک مهراق کاملا چی میباشه دوستان؟ حقیقی است.
اگر ما این رو منفی پیدا کنیم جواب ما غلط هست. به خاطر چی گفته عدسیه محدب الطرفین است. محدب الطرفین. پس وقتی میگه محدب الطرفین هر دو شعار چی در نظر بگیرین دوستان؟ هر دو شعار مثبت در نظر بگیرین. ضریب انکسار خود سوال داده. 1.5 گذاشتیم. قیمت هر یک واردار هم سوال داده 30 و 20 است. 1.5 منفی 1 چند شد؟ 0.5 به صورت ساده به شکل کسر 1 بر 2 نوشته کردیم. بین 30 و 20 مخرج مشترک 60 گرفتین. 60 تقسیم 30 2 60 تقسیم 20 2 و 3 جمع کنین 5. 5 صورت ساده میشه 5 به 5 یک مرتبه 60 به 5 12 مرتبه. صورت با صورت 1 ضرب در 1 1 2 ضرب در 12 24 که 1 بر 24 مساویس با 1 بر اف. ما خود اف کار داریم پس تناسب در میتین و اف چند پیدا شد 24 سانتی متر. چون علامش مثبت هست پس محراق ما حقیقی است. خیلی سوال ساده و خوبی بود. شما توانستین یاد بگیرین را. خب ما یک سوال دیگر رو میخواییم کار کنیم. اگر ببینین دوستان اگر همین سوال کلمه مقعر درش ذکر بشه باید و باید شعاها منفی باشه. اگر مقعر المستوی بود یک دانه شعاع منفی، اگر مقعر الطرفین بود هر دو شعاع منفی هسته. توجه بسیار زیاد داشته باشین. خیلی از من دیدم که در بعضی جاها بعضی از کتابها که در بازار هست اینها رو بیشتر به شکل مکانیک نوشته و به شاگرد میگه باید اینا رو حفظ کنین، برای محدب هست اینا رو حفظ کنین، برای مقعر نه. دوستان ما برای شما روش کنکوری رو یاد میدیم. هر زمانی کلمه محدب شنیدین شعاها مثبت، هر زمانی کلمه مقعر شنیدین شعاها چی؟ منفی است. پس این رو به یاد داشته باشین. بنابراین سعی کنین. من یک دونه مثال نوشتم میکنم. شعاع انحنا رو به ما داده 40 سانتی متر. ضریب انکسار هست 1.4 هست. سوال گفته فاصله محراقی رو دریافت کنین. فاصله محراقی در اینجا ذکر شده که این یک عدسه مقعر مستوی است دوستان. مقعر چی؟ مستوی. وقتی میگه مقعر مستوی یعنی یک دانه شادر و مستوی. خب شعاعش بی‌نهایت است پس صرف نظر شده در اینجا. خب وقتی که من بخوام این سوال رو برای شما کار کنم دیگه ضرورت نیست که چرت بزنین که ای آیا ای آر منفی بود آر مثبت بود خدایا چی بود. نه دوستان گرامی، کلمه مقعر را که شنیدین گفتیم که آر را منفی در نظر بگیرین و چون که مقعر المستوی است پس یک دانه شعاع بیشتر نداره. شروع میکنیم به حل کردن. 1 بر اف مساوی است ان منفی 1. یک دانه شعاع داره نوشته میکنین منفی آر هست در مخرج. خب قیمت ها را به صورت عادی قرار میدیم. سوال گفته که ضریب انکسار 1.4 منفی 1 منفی آر قیمتش است چند دوستان؟ 40 هست. 1.4 منفی 1 چند میشم؟ بگن آفرین 0.4. اگر ما بخوایم که 0.4 را به شکل کسری ارائه کنیم چی نوشته کنیم؟ 4 بر 10 درود بر شما. میرسیم در اینجا منفی 1 بر 40 هست. شاید برخی از دوستان بگه که آقای اجازه چرا این منفی را از اینجا آوردی در کناری کس؟ ببینید دوستان گرامی، همونطوری که استاد زین علی در حساب برای شما گفت علامه کس فرق نمیکنه، در صورت کس باشه، در مخرج کس باشه یا در کنار کس باشه، در هر حالتی یک کسر چی هست؟ یک کسر منفی است. پس این منفی رو شما میتونید از اینجا در اینجا هم بانینش فرقی نمیکنه. خب 4 و 4 یک مرتبه دوستان اختصار کردین. 40 تقسیم 4 میشه چند؟ 10 مرتبه. خب 1 ضرب در 1 میشه 1 و 10 ضرب در 10 میشه چند؟ 100. دوستان 1 بر اف شده منفی 1 بر 100. حالا شما میفهمین که اف ما چند شده؟ منفی 100 سانتی متر. اف مساوی است منفی 100 سانتی متر و یا هم میتونید بگین منفی 1 متر. چرا دوستان علامه منفی در اینجا ظهور کرده؟ چرا؟ به خاطر اینکه محراق چی است؟ محراق مجازی است. آفرین. پس اینجا من نوشته میکنم محراق مجازی. اگر مثبت 100 سانتی متر در چهار جواب باشه کاملا اشتباه است. چرا اشتباه است؟ به خاطر اینکه در سوال ذکر شده عدسه مقعر المستوی. هرگز یک ما در عدسه مقعر محراق حقیقی نداریم. پس بنابراین بدون که شک کنین جواب منفی رو انتخاب کنین، زیرا محراق عدسه مقعر چی میباشه؟ منفی است. آفرین بر شما که اینقدر خوب دارین درس ها رو یاد میگیرین دوستان گرامی. خب
از موضوعی که برای شما گفتیم، فرمول عدسی سازان، فرمول عدسی سازان هست. زمانی استفاده میشه که شعای دو طرف عدسی با یکدیگر مساوی نباشه، یعنی آریک و آردو با همدیگر مساوی نباشه، یکی بزرگ یکی کوچک باشه. خب از این عدسی ها که ما فرمول چه برای شما نشته که مثال کار کردیم، در ساخت عدسی ها استفاده میشه. ساخت عدسی هایی که در آلات اپتیکی هست، مثل عینک هست، میکروسکوپ هست، تلسکوپ هست و امثال هم. میخوام امروز به کاربرد عدسی ها اشاره کنم. موافق هستین کاربرد عدسی ها رو بخونیم؟ خب آفرین. ببینین دوستان گرامی، اگر گفتین که اولین عدسی ای که من میخوام بررسی کنم کجا کاربرد دارم، این عدسی نزدیک شما هست، بسیار هم به شما نزدیک هست. همه شما دو تا عدد چشم دارین. ببینین در چشم شما ظاهرا در این قسمت یک سیاهی میبینیم، در پشت همین سیاهی، این سیاهی اسمش عنبیه است، در پشت همین سیاهی چشم شما یک عدسیه قرار داره که محدب الطرفین است. از همین عدسی محدب الطرفینی که پیشتر برای شما مثال کار کردیم، محدب الطرفین یک عدسی هم پشت ازی است. پس در چشمان ما یک عدسی دو تا عدسی خداوند قرار داده که وظیفه عدسی در واقع ایجاد تصویر روی پرده چیست؟ شبکه است، تا ما تصاویر دور و نزدیک را بتونیم مشاهده کنیم. اگر همین عدسی ها نباشه، ما شاید تصویر نزدیک را ببینیم، تصویر دور را نبینیم، ولی میبینیم که در عین زمان ما میتونیم تصویر نزدیک رو ببینیم، هم تصویر دوردست رو مشاهده کنیم. و این وظیفه چی میباشه؟ عدسی هستم. خب همکاران گرامی، لطفاً مانیتور رو داشته باشیم تا من ساختمان چشم را روی مانیتور برای شما دوستان گرامی تشریح کنم. چشم یکی از اعضای مهم وجود انسان است که توسط آن میتوان ارتباط بسیار زیادی با محیط اطراف برقرار کرد. ساختمان چشم تقریباً کروی است که برخی از اجزای مهم آن قرار زیل است. ببینید دوستان گرامی، ساختمان چشم واقعاً کروی شکل هستم. در این قسمت عدسی قرار داره که عدسی محدب الطرفین است که گفتیم پشت اونمو سیاهی چشم ما که عنبیه هست قرار داره. از دو طرف عضلاتی در اینجی ایره کش میکنن و زخیم و ایره نازک میسازد تا بتونه تصویری که چه دور باشه چه نزدیک روی پرده شبکیه که در این قسمت قرار داره، پرده شبکیه که سیاه رنگ هم هست، تشکیل بشه. خب دوستان گرامی، ما در فیزیک مکتب و کنکور بیشتر روی همین تشکیل تصویر روی پرده شبکیه فوکس داریم و سایر اجزای از این که مثل عنبیه و قرنیه، اینا ما به اینا کار نداریم دوستان. هر زمانی که انشالله بعد از برنامه کنکور در خانه در کنکور اشتراک کردین و وارد رشته تپ شدین، ساختمان چشم را بسیار حرفه‌ای خواهید خوان. بیم در این طرف تصویر رو مشاهده کنیم. جسمی که در مقابل چشمان ما هست تصویر از این عدسیه هسته. وظیفه عدسیه گفتیم ایجاد تصویر روی پرده چی هسته؟ شبکی هسته. شما مشاهده میکنید که این تصویر ما یک تصویر کاملا معکوس هسته. پس هر تصویری که نسبت به جسم معکوس باشه یک تصویر چی میباشه دوستان؟ یک تصویر حقیقی میباشه، یک تصویر حقیقی هسته. خب مردمک چشم در وسط عنبیه سوراخی وجود داره که دریچه ورودی نور به چشم میباشد و به نام مردمک یاد میشه. نور از مردمک وارد چشم میشه. قطر مردمک قابل تغییر است. تاریکی در تاریکی کاهش یافته. بازم میگم در تاریکی نوشته کرده که در تاریکی افزایش پیدا میکنه، به خاطری که اینجا اشتباه نوشته شده، کاش در تاریکی افزایش پیدا میکنه، میخوای بزرگ بشه تا نور بیشتری را جذب کنه، و در روشنایی کاهش پیدا میکنه که میخوای نور کمتری را. در زمانی که قطر مردمک در روشنایی کم میشه قطرش میشه 2 میلیمتر، و زمانی که در تاریکی قرار میگیره قطر خود بزرگ میکنه میشه 8 میلیمتر. عدسیه که در پشت مردمک یک عدسیه محدب الطرفین هست، انحنای طرفین آن یکسان نیست. وظیفه عدسیه ایجاد تصویر روی پرده چستم شبکیه میباشد و ضریب انکساران تقریبا 1.437 میباشد، که یکی از سوالات کنکور اشاره به همین ضریب چی داره؟ انکسار داره. خب دوستان گرامی، من میخوایم که در واقع بیایم در این قسمت ساختمان چشم را روی تخته سفید به شما خوبان نشان بدم، روی تخته سفید که اینجا کاملا واضح تر میتونین به ساختمان چشم را ببینین و همین طور نکات کنکوری و سوالای کنکوری را خدمت شما خوبان بیان کنیم. چیست؟ ببینین ما برای شما ظاهر چشم ابتدا رسم میکنیم. ظاهر چشم ببینین، این ظاهر یک چشم انسان است.
ظاهر چشم انسان است. خب ترس نخورین از این چشم، به خاطری که الان ما به این شکل کشیدیم، ولی خب شما میفهمید که چشمان شما خیلی زیباتر از این هستن. این سفیدی چشم ما هستن. سفیدی چشم که شما میبینین به اصطلاح صلبیه تلفظ میشه. صلبیه همون سفیدی چشم ما است که کل چشم را در بر گرفته، یک زخامت زخیم است در واقع. این سیاهی که پیش روی چشم شماست که در واقع رنگ چشم شما رو تعیین میکنه و زیبایی چشم شما هم به این مرتبط میشه، اسمش انبیه هستم. و نور از این قسمت وارد چشم میشه. نور از این قسمت وارد چشم نمیشه، اینا یک جسم غیر شفاف است، از این ور وارد نمیشه. از این قسمت اینا می دروازه ورودی نور به چشم است، هیچ چیزی نیست، خالی از، کاملا نور از این عبور میکنه. اسم این قسمت دروازه ورودی را مردمک میگن. مردمک، قطر مردمک، قسمی که پیشتر گفتیم قابل تغییر هست، بزرگ و چی میشه کوچک. به این کار را هم غیر ارادی انجام میده، غیر ارادی کار انجام میده. زمانی که نور کم باشه، این خود را بزرگ میکنه تا بتونه نور بیشتری را از محیط بگیره، نور بیشتری را از محیط بگیره. در این حالت قطرش 8 میلیمتر میشه. در نور کم قطر مردمک 8 میلیمتر افزایش پیدا میکنه و در نور زیاد به 2 میلیمتر میرسه. غیر ارادی انجام میده. نور که زیاد باشه دروازه کوچکتر میشه تا نور کمتری به چشم برسه و چشم آسیب نبینه. خب آنچه که شما در اینجا مشاهده کردین دوستان گرامی، ظاهر چشم انسان است. ظاهر چشم انسان است. خب من میایم که در واقع ساختمان چشم رو برای شما خوبان نشان بدم. اینا بچه‌ها، این میشه ساختمان چشم انسان. ساختمانی تقریبا کروی شکل است. اگر یک جسمی در مقابل چشم انسان قرار بگیره، در مقابل همون سیاه رنگ عنبیه، یک عدسیه محدب الطرفین قرار داره که وظیفه عدسیه ایجاد تصویر روی پرده چیست؟ شبکه. اینجا یک پرده سیاه رنگ قرار گرفته بچه‌ها که به نام شبکیه یاد میشه. پرده شبکیه بهش میگن، پرده شبکیه است. خب تصویر در این قسمت تشکیل میشه روی پرده شبکیه. تصویر روی پرده چی تشکیل میشه؟ تصویر روی پرده شبکیه. باید داشته باشین که این تصویر، خب من اینجا نوشته میکنم این تصویر هست، چون نسبت به جسم معکوس هسته، پس یک تصویر حقیقی هستم. یک تصویر چیسته؟ حقیقی است. یک سوالات کنکور همین است که اشاره میکنه که این تصویر حقیقی است یا مجازی. کاملا حقیقی است و چپ است. اما من میخوام یک سوال از شما پرسم. همکنون که شما تصویر ما رو مشاهده میکنین از گیرنده های خود، ما رو سرچپه میبینین یا سرراسته؟ ها؟ بله شما سرراسته میبینین، اما چرا در اینجا تصویر سرچپه است؟ چه اتفاق افتاده که تصویر راسته میشه؟ بدانین که دوستان گرامی، وظیفه دیدن، چشم وظیفه دیدن نداره، در واقع مغز وظیفه دیدن داره. مغز ما هست که این تصویر را راسته برای ما جلوه میده تا ما او را درک کنیم. پس اکنون که شما تصویر ما را راسته مشاهده میکنین، این رشته های اعصاب هست که رشته های اعصاب بینایی هست که تصویر راسته برده و به مغز نشان میده. پس یک تصویر حقیقی. و نکته دیگر هم بدانین که این تصویر چی است بچه‌ها؟ کوچکتر از چی است؟ جسم. یکی از سوالات کنکور است، تصویر حقیقی یا مجازی؟ شما بگو حقیقی. کوچکتر از جسم یا بزرگتر؟ شما میگین کوچکتر از چیستم؟ جسم است. و همین وظیفه عدسیه که تصویر را میبر روی پرده شبکیه، اسمش است تطابق. تطابق چشم. در واقع زمانی که تصویر میره روی پرده شبکیه تا شما واضح مشاهده کنین، اینو میگه تطابق، که وظیفه عدسیه است. و وقتی که عدسیه نتونه این کار انجام بده، تصویر یا پشت پرده شبکه میرفته یا پیش روی پرده شبکه، که اون زمان شخص مجبور هسته که برای دیدن تصویر از عدسیه کمکی یعنی عینک استفاده کنه، که انشاءالله تعالی ای را بر روز آینده برای شما خواهیم گفت که عینک را از همون فرمول عدسیه سازان می سازن و برای چشم افراد استفاده میشه. خب دوستان گرامی، کنکوری های محترم، خیلی خوشحال شدیم که تا آخر برنامه ما را همیاری کردین. امیدوار هستیم که هر روز برنامه ما را تعقیب کنین. فایل های ویدیویی ما را میتونین شما خوبان از یوتیوب دانلود کنین و یا به صورت مستقیم مشاهده کنین. تکرار برنامه را حتما فردا میتونین ساعت 11 قبل از ظهر مشاهده کنین. پیام ها، پیشنهادات خود را به فیسبوک ما ارسال کنین و میتونین مواد درسی را از کانال تلگرام ما دریافت کنین. تا روز روزگار دیگر، همه شما خوبان را به خداوند یکتا میسپاریم. روز بر شما خوش. بدرود.